در مورد شعبه گذاری و برانچینگ میخوام صحبت بکنیم. البته این یکس جالبه، اینجا دیدید که یکس آدم خنده‌دار رو زده، ولی خب نگاه بکنید برانچینگ اینجوری کار میکنه. فرض کنید این پروژه مسترتونه، شما میتونید شاخه درست بکنید. هر کدوم از این شاخه ها رو میگن برانچ. از هر کدوم از شاخه ها شاخه های دیگه میتونید درست بکنید، ولی باید مواظب باشید. مواظب این باشید که پروژه‌تون خیلی زیاد شلوغ پلوغش نکنید. اگر شلوغ پلوغ بکنید گیج میشید. و اینجا چند تا نکته هم توی کامند لاین بهتون خواهم گفت. ولی این عکس و عکسایی که توی برانچینگ اینجا تایپ بکنید گیت هاب برانچینگ و اینجا ایمیج های گوگل رو نگاه بکنید، اینجا خوب به شما داره چی میده. شما یه سری عکس ها رو گذاشته که به شما توضیح میده و متوجهتون میکنه که اینا چی میگن. برفرض شما فرض بکنید که مستر شما این خط مشکی هست. خب شما میتونید از این مستر که همینجوری که شما دارید میرید جلو یه شاخه درست بکنید و از این شاخه دوباره یه شاخه دیگه درست بکنید و بعد اگر کار کرد برش گردونید به همین شاخه و بعد اگر کلا این کار کرد برش گردونید به مسترتون و این کار خیلی خیلی کمکتون میکنه. برفرض یه تیم داره در رابطه با این کار یه مثلا گیم دارید طراحی کردید با تیمتون، مثلا یه تیم داره در رابطه با گرافیک کار میکنه، یه تیم داره در مورد با پروگرامینگ کار میکنه، گرافیک رو دیزاین میکنن، همه کارش انجام میشه و بعد این پروگرامینگ همه جوش انجام میشه و بعد آخر چی؟ اینا رو به هم وصل میکنن. این کار رو بهش میگن برانچینگ، برانچ کردن. حالا من این رو کلیر بکنم، هنوز نگاه بکنید ما داخل چی هستیم؟ داخل پوشه گیت بیسیکس هستیم. برای ساختن برانچ ها تایپ میکنید گیت فاصله برانچ و همین راحتی و بعد داری یه اسمش میدید. مثلا من خواهم یه فانت اضافه کنم، مثلا add font. خب من از اگه این رو زدم الان دیگه باید بیام چیکار بکنم؟ مثل قبلا گیت استیتس رو به کار ببرم و اینجا میبینید که چی؟ on branch master nothing to commit. یعنی چی؟ چرا اینو زدم؟ وقتی ما برانچمون رو میسازیم اینجا باید خیلی 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 خیلی، یعنی تقریبا 4 بار گفتم اینم 5 بار، خیلی مواظب باشید که وقتی یه برانچ رو میسازید باید سویچ کنید توی اون برانچتون اگر میخواید توش کار بکنید. برانچ ساخته میشه اما هنوز شما آن برانچ ماستر، یعنی تو داخل برانچ ماستر هستید. اگر میخواید سویچ کنید روی اون برانچی که ساختید، اسمش اینجاست، چیکار باید بکنید؟ اینجا باید بنویسید دستوری داریم به نام گیت چک اوت. اما گیت چک اوت چی؟ اد فانتس اسم برانچ. و اینجا چی میگه؟ میگه سویچ تو برانچ اد فانتس. و اینجا چی؟ توی برانچتون دارید کار میکنید. اگر بزنم الان گیت استیتس میبینید که چی نوشته؟ nothing to commit، ولی نوشته on branch اد فانتس. حالا اگر موفقیت آمیز بود توی برانچ اد فانتستون هستید و برمیگردید داخل مسترتون. حالا چجوری برگردید داخل مسترتون؟ وقتی تمام شد کارتون می‌نویسید گیت check out master همین راحتی و نمیشه switch on switch to branch master و get status on branch master همین راحتی اینجا نمیشه بسند. اما در آخر خیلی ها برای اینکه اشتباه نکنن وقتی برانچتون ساختید میتونید با این دستور برید برانچتون رو نگاه بکنید. اولا وقتی که خواستید یه برانچ بسازید خیلی راحت این دستور رو بنویسید. به نظر من بنویسید git branch که شما رو چیکار بکنه؟ git branch dash b میگه branch بساز و چیکار بکن؟ اسمش رو حالا میذاریم bug fix. خب چیکار کرد برای ما؟ یه سری البته b رو من فکر نکنم درست نوشته باشم، نوشته unknown switch b. من بعد می‌نویسم git checkout b. معذرت میخوام ازتون. git checkout میگیم git checkout یه برنچی بساز به اسم bug fix. وقتی این رو زدید نوشته switch to new branch bug fix. یعنی چی؟ یعنی برنچ رو برای شما میسازه و چیکار میکنه؟ میره داخلش. یعنی الان اگر من بزنم git status میبینی که چی؟ توی برنچ bug fix هست. و در آخر چی؟ اینجا باید تایپ بکنیم git branch و اینجا چیکار میکنه برای ما؟ حتی من این رو یه بار دیگه بزنم git branch میشه چی؟ این بود. البته دست من خورد به یه چیزی بعد نوشتش که آیا منظورت branch بود
وقتی اینو تایپ کردید اسم برانچتون رو برای شما می‌نویسه. یه برانچ ماستر دارید، یه برانچ باگ فیکس دارید، یه برانچ ادوانس دارید. ستاره برای چیه؟ ستاره برای اینه که شما توی برانچ باگ فیکس هستید.